ممنون متشکر من صحبت های ارزنده یه جناب آقای دارا رو شنیدم استفاده کردم متشکرم از ایشون بحث بسیار طولانی یا عمیقی خواهد بود اگه بخوایم وارد موضوع بشیم به فلسفی و منطقی ولی خب حالا دیگه در انتهای اتاقیم و من یک نکته رو که درک کردم این موضوع رو و به نظرم طبیعی هم هست در کشور ما و در جامعه ما این هم همه عصبانیت یک خشم که دو چاره هم هم شده و یک صدایی این هم همه رو همه جا رو گرفته و یک چیز مبهمی رو به ما انتقال میده که ناروشنه که آقا دائما به ما طوری انتقال میده که ما زیادیم ما تعدادمون زیاده و ما هشتاد درصدیم ما نود درصدیم و در این 90 درصد بودن در این 80 درصد بودن و اینکه دشمن ضعیفه دشمن کمه و ما قوی هستیم این خودش یک به نظرم فراموشی ایجاد میکنه که ما به فکر مسائل بنیادی این موضوع نباشیم که میخوایم چه بکنیم و این دقیقا همون عصبانی است و ملالی است که جامعه ما رو گرفته ملال معمولا زمانی ایجاد میشه که نمیتونیم اون چرا که میخوایم انجام بدیم یا مجبور میشیم یه کاری رو انجام بدیم که نمیخوایم انجامش بدیم اما وقتی یه وقتایی هم هست که نمیدونیم چه کاری میخوایم بکنیم چه چیزی رو میخوایم انجام بدیم توانایی پذیرش مسئولیت های خودمون رو در زندگی خودمون نداریم و این برمیگرده به این موضوع که قدرت اراده وجود نداره قدرت اراده چرا وجود نداره منبعث و متأثر از چیه متأثر از همون استبداد مزمنیه که دوچار این جامعه شده و این جامعه میخواد کاری بکند و نمیداند چه کاری بکند یک سرگشتگی یک سرگردانی همراه با عصبانیت و خشم همه رو فرا گرفته و چون همه گی دارن این کار رو میکنن تصورشون اینه که گویا در این هم همه قدرتی هم وجود دارد و این باعث میشه که ایجاد تمرکز نکنه ایجاد سازماندگی نکنه سازماندهی نکنه و به خودش مشغول بشه به این هم همه و به این هم صدایی مشغول بشه و هیچی تولید نکنه چیزی نسازه چیزی رو خلق نکنه و دچاره یک ملال بشه که حالا در موضوعات فلسفی این ملال فلسفی بسیار بسیار مهمه حالا نمیخوام طولانیش بکنم ولی ما میدانیم گویا که باید کاری بکنیم و نمیدانیم چه کار باید بکنیم این به واسطه چیه به واسطه اینه که اون کاری که انسان ها میخوان انجام بدن اولا زیست نشده تجربه نشده جامعه تازه داره از زیر یا زیر سلطه استبداد میخواد بیاد بیرون و کاری که تالا حالا تجربهش رو نداشته میخواد انجام بده و پس طبیعیه که دوچار سرگردانی و ترس و تردید میشه بعضی موقع ها بعضی موقع ها عصبانی میشه بعضی موقع ها شما از دو رو روزش رو میبینید که میاد در خیابون و جنبشی ایجاد میکنه خیزشی ایجاد میکنه و این تلاتم ها رو شما پشت سر هم میبینید و بعضی موقع تصور میشه که آقا این استبداد بسیار قدرتمنده و اجازه پیروزی و انقلاب نقطه نهایی انقلاب رو به ما نخواهد داد نه این طور نیست به نظر من این موضوع طبیعی جناب آقای بدی بسیار بسیار دوست دارم که این موضوع چون مربوط میشه به جامعه ما حالا با حضور دوستان دیگه که این موضوع رو بهتر درک میکنند و به روشنی میبینند به بحث بگذاریمش و در موردش صحبت بکنیم چرا که متوجه این موضوع شدم که هرچند موضوعات معیشتی وجود داره موضوعات اقتصادی وجود داره ولی مشکل بنیادی ما در موضوعات فرهنگیه و موضوعات فلسفی ماست که اون ذهنیت ها هنوز وجود نداره و ما تصویر درست و روشنی از آینده هنوز نمیتونیم تصویر سازی بکنیم در مورد این بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم به نظرم راه های بسیار خیلی بهتری رو پیدا خواهیم کرد در نتیجه این مباحث و راه حل های خوب و راه گشایی رو به نظرم به دست خواهیم داد با وجود عزیزانی مثل شما جناب آقای دارا سینا و آقای بهمن عزیز به نظرم پیرامون این موضوعات صحبت بشه ما نتیجه بهتری خواهیم گرفت تا اینکه من نیبینم دیگه در استیج های مختلفی دائما از مسائل معیشتی و اقتصادی صحبت میکنن این خواسته یه حکومته به نظر من این سیاست حکومتی که شما رو سرگرم بکنه به مسائل معیشتی هرچند مسائل اقتصادی و معیشتی میتونه کمک کننده باشه ولی بحث ما انقلاب ما مسئله تقابل ارزش هاست و ارزش هایی که قرار جایگزینه ارزش های حکومت اسلامی بشه و اصلا بحث وقتی که اون جایگزین بشه مسئله شکم و اقتصاد و معیشت هم حل خواهد شد ولی حکومت دائما به نظر من تاکید داره روی موضوع که بیشتر روی این موضوع مانور بده و خب در انتخابات شما دیدید روی موضوع خیلی مانور میدن و متاسفانه الیت جامعه نمیدونم والا بگم برانداز انقلابی قشر انقلابی هم فکر کنم متوجه این موضوع نشده و هم همچنان داره این موضوع رو پی میگیره و ادامه میده در اگر بتونیم یه چند تا اتاق در این مورد بذاریم مباحث بهتر باز میشه بهتر روشن میشه که ایرانی چرا دچار این موضوع شده و راه حل این موضوع چیه و به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم ممنون و متشکر جناب آقای بدی از وقتی که به من دادید و از دوستان عزیز که صحبت های من رو شنیدن